بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد در ظروف روانشناسی انسان و حتی حیوانات اختلالات خارجی ورائی ایجاد میشه. یک وقت اختلالات روانی انسان زمینه بهداشتی یا تغذیه و طب رو داره، این بر اساس ناامنی یا بیباکی در خوردن غذا، خواب باعث شده اختلالات پیدا کرده، میشه اختلالات داخلی که طبیب و روانشناس میتونه اون رو دنبال کنه. اما یک وقت اختلالات بهداشتی، غذایی، زمینه های مکانی نیست، بلکه اختلالات خارجیه. جنی، شیطانی، عملی، کاری باعث شده این به جهت اون فرافکنی فراگیری پیدا کرده، آزارش میکنن، تصرف میکنن، گرفتارش میکنن، به هم ریزش میکنن، مشکل پیدا میکنه. اشکالات روحی روانی همه به جهت اختلالات روحی روانی و تغذیه نیست، خیلیش هم اینطوره. در جامعه ما مخصوصا الان بسیاری این آدمای خلوچل و دیوونه و بیعقل و بیسواد، رمال و ممال و نمیدونم جادو و مادو، اینها یه مش عملی، آقا تو جن داری، تو نمیدونم چی داری، تو بختک داری، تو آخه تو اینا را از کجا میگی؟ میگه بلبشون سینم برای خودش شغلی به پا کرده. اینا درست نیست، ولی این طور هم نیست که هیچی نباشه. ممکنه باشه، ممکنه بر اثر یه عمل انسان، یه کار انسان، یه برخورد رفتار انسانی، یه جنی، یه شیطانی، یه ابلیسی آمده به انسان رسوخ میکنه، تحریک میکنه، زمینه میذاره، مشکلدار میکنه انسان رو و میره و شاید هم نره بمونه. لذا ما یک بخش سومی داریم، دنیا امروز این رو نمیپذیره. عرض کردیم ما میگیم بی خودی همشه، اونها میگن هیچی نیست، این چیزا رو ما نمیدونیم، عقب مونده ایم. اینها یک واقعیت هاییست که اگر حوزه های ما، علمای ما، ساختار دینی ما همین مدارک و اموری که از قرآن و سنت داریم به طور علمی دنبال کنیم، من عرضم اینه که از تمام کشورهای اروپایی، امریکایی بریزن اینجا بیمار که ما درمونشون کنیم. اون وقت ما باید تو این کشور ساختمانهای 20 طبقه برای این کار بذاریم، چون میخواد از 200 کشور مریض بیاد. هیچ که تو دنیا مدعیش نیست، ولی قرآن و روایات ما مدعیشه. ولی ما یه مش خرافاتچی همچین خرابش کردن، دیگه نمیشه اسم جن جادو بیاری. علما هم که میگن اونا دور رسه، آره راسته، جن راسته، شیاطین راسته، اما اینا دور رسه، ما نمیتونیم این کارا. خیلی چیزا دور رسه، آپولو، نمیدونم هواپیمای بی سرنشین و نمیدونم تسخیر کرات، هم اینا هم دور رس بود، ولی زحمت کشیدن
به دست آوردن. تازه اونا هیچی نداشتن و زحمت کشتن به دست آوردن. ما که این همه ذخایر علمی رو داریم نباید برای ما دور رس باشه. بله بخیر تکیه بدیم گلم بدیم اونطوری نه، ولی اگر به زحمت به کوشش به کار بیفته وقت ببینید بسیاری از مشکلات جهان امروز رو قرآن و سنت میتونه حل بکنه. اسلام یک دین کنشگره، یک کتاب تراوریه. اسلام یک دینیست که مشکلات ما رو باید حل بکنه. اگر مشکلات ما رو حل نکنه میشه یک کت خدای فانتیزی. دیدید مثلا حالا شما انگلستان رو فرض کنید، این مادمازل نمیدونم لویی چندون، این پیرزن چی کار میکنه؟ چند تا کشوری احلاق کرد. خب یه چیز فانتیزیه، نمیدونم چی خودش نوش و بچهش اینا میخورن میشه حسابی. این چی کار است اصلا؟ هیچی یعنی یک در میلیارد خاصیت نداره، یک سمبولیه فقط براشون که ما نمیدونم شاه داریم چی داریم فلان داریم. اینا قرآن اگه یه همچین کتابی باشه میشه مثل این مادمان سر خاصیتی نداره برای ما قرآن. اگر این قرآن به ما علم نده، امکانات نده، قدرت نده، توانمندی نده، آگاهی نده، میشه مثل همین عرض کنم که مادمازل انگلستان یا مثل پاپ ایتالیا هیچ کاری نمیکنه. یه دست میذاره رو سرشون، گاهی هم بوسشون میکنه. ما هم یه دست میذاریم رو قرآن، گاهی قرآن رو بوس میکنیم. قرآن کسی رو بوس نمیکنه، ما بوسش میکنیم. اما اگر زمینه های علمی اثباتی پیدا بشه، بعد کاربردی بشه، نتیجه ایجاد بکنه، دنیا از قرآن میتونه استفاده ببره، کفار هم میتونن استفاده ببرن، دل وسته میشن، یدخلون فی دین الله افواجا. ولی الان نه، ما انصافا از قرآن چه استفاده میبریم؟ شما برید قانون اساسی رو ببینید، ما از کتاب های قانون اساسی بیشتر استفاده بردیم تا از قرآن. تو قانون اساسی ما قرآن خیلی کم روش لحاظ شده، چون نتونستن تطبیق کنن قرآن بریزن توش. همین چهار تا کتاب قانون اساسی فرانسه و نمیدونم کجا و کنجا رو خوندن راست و روستش کردن رن. ما اینا رو باید اثبات کنیم. گفتم قربونت برم، همه رو گفتم. 6000 حدیث روانشناسی من دارم، تو کل جهان وجود نداره، فقط تو همین کتاب های معصوم. اصلا روانشناسی جهان نمیتونه اینا رو حالیشون بشه. ما هم که همه رو مثل نفت و گاز و اورانیوم و مس و زباله کردیم زیر زمین، ما هم که حالیمون نمیشه، یعنی استفاده نکردیم اصلا. شما از سنت چی استفاده میکنیم؟ سینه و روزه و گریه و ببینید یه مشتیش ارادیه، اختیاریه، یه مش عشقیه، یه مشتیش هم زوریه. ما اصلا دین استفاده نکردیم، دین برای ما استفاده ای نداشته، چون کسی نبوده اینا رو باز کنه به ما یاد بده ما استفاده کنیم. بهمنی دسته ای از اختلالات روحی روانی نه طبی مشکلات تغذیه داره، دارو درمان داره، نه مشکلات اختلالات داخلی هستش، فرافکنی های خارجی است. یه کارایی میکنه آدم، یه چیزایی به سرش میرزه، مسئول میشن، دیگه ول میکنن انسان رو، این مریض میشه، این شیطان جن چیزی دیگه ولش نمیکنه. من یه مقدار ملاحظه میکنم که وقت شما نترسید. بعد از کنم در 20 سال پیشم
یه وقت می‌خواستیم بحث جن، الان الحمدلله بحث جن نیست. ولی به اعتبار روانشناسی دارم اشاره میکنم به اینها. گفتن آی از جن دارن صحبت میکنن. هیچی تأثیری میگه بگن یه چیزی گذاشتیمش کنار. الان خب از اون زمان فرق کرده، بالاخره حوزه ما باز شده، روشن شده، طلبا واقعا کشششون خیلی متفاوت شده. یک دسته اختلالات روحی روانی در انسان‌ها، نه در ما، در اروپا، امریکا، مال همینه، مال جن شیاطینه، مال ارواح خبیثه است، مال امور ورائیه، اصلا کاری به باطن ما نداره که طبیب یا روانشناس دنبال کنه. آره، حالا داریم میخوایم بگیم، الان نمیخوایم از جن صحبت کنیم، میخوایم بگیم که در روانشناسی یه دست مشکلاتمون مال اینه. بذارید خدا قرآن بخونیم. عرض کردیم نسبت به شیاطین و شیطان 68 تا شیطان داریم، 17 تا شیاطین، 2 تا 88 مورد تو قرآن اومده، خیلی زیاده. این نیست که شما همینطوری ازش بگذارید و بگی چیزی نیست. خب این موارد چه چیزهایی رو دنبال میکنه؟ ببینید، اذلهم الشیطان عنها فاخرجهم مما كانوا فيه، یعنی ذله، شیطان میاد انسان رو اغفال میکنه. و اینجا نسبت به حضرت آدم مراد از شیطان ابلیسه. ابلیس با شیطان فرق داره، چون ابلیس شخصه، شیطان میتونه عام باشه. لذا ابلیس شیطان هست، ولی هر شیطانی ابلیس نیست. اینجا که میگه از الله ما از شیطان، یعنی ابلیس. پس میتونه شیاطین اخفال کنن، میتونن انسان رو به توهم بندازن، به تخیل بندازن، اختلال روحی روانی ایجاد بکنن. حالا یه وقت خیلی آدم حسابی ابلیس، یه وقت آدم معمولی، ابلیس اصلا اعتنا به اینا نمی کنه، میگه من جوجه‌هام هم تو رو لنگ و پا میکنن. دوباره ببینیم این که میفرماید لا تتبع و خطوات شیطان، یعنی خطوات یعنی اون افعال شیطانی. گاهی افعال شیطانی اختلالات روحی میاره. یک کسی تصورات شیطانی بهش دست میده، اصلا دیگه نمیتونه نمازشو بخونه، اصلا راحت دیگه نمیتونه بخوابه، خوابش نمیره اصلا، قضاش هم خوب باشه، نمیدونم ورزش هم بکنه، همین کارش هم بکنه، این اختلالات ورائی او رفت پا میاندازه. یا توهمات، بسیاری توهمات ما داریم. خوب عنایت کنیم، من دارم یه بیان طبیبانه حکیمانه است، قرآن نمیخوام بخونم اصلا، منتها چون یک کتاب تخصصی است از این کتاب استفاده میکنم. تخیلات ما توهمات گاهی تو افراد زیاده، گاهی قضا توهم میاره، یه دست قضاها توهمزاست، قضا توهمزاست. گاهی بر اثر یبوست یا اسهال یا قند، اوره، چربی، انسان توهم پیدا میکنه. اینو ربطی به اون شیطان ها نداره اصلا.
اینا اختلالات روح روانی است. باید در دکتر، باید در پیش روانشناس باشه. اما یه دسته توهمات مال تغذیه نیست. مال اختلالات داخلی نیست. این اختلالات خارجی پیدا میشه. یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء. این میخواد کمک کنه؟ میگه نه، نه. به بدی ها سوقش میده، از خوبی ها دورش میکنه. یه روش توهمات. پس ما سه دسته توهم داریم. توهمات طبیبانه. طبیب باید دنبال کنه. توهمات روحی روانی. روانشناس. یه روش توهمات هست نه به طبیب مربوطه، نه به روانشناس. حالا چقدر سخت ما این رو تشخیص بدیم؟ که این توهم مال اینه، مال اونه یا مال اونه. قهرم اون کسی که ادراک توهمات میکنه، یعنی در بخش سوم، اون میتونه تشخیص بده آقا تو مشکل تغذیه داری، تو مشکل روح روانی داری یا ورائیه. اما طبیب نمیتونه. طبیب در حد خودش کار، موضوع کارشه، اما بالاترش من خبر ندارم. ولی اون ستا رو باید داشته باشه. لذا اینی که ببخشید گاهی یه چیز رو تند بیان میکنم، نخیال کنید عصبانی هستم، میخوام شدت انحراف رو بیان کنم. یه کسی که از توهمات شیطانی میخواد هر حتما باید طبیب باشه، روانشناس باشه، اون رو بدونه. نه یه مش کلیچه رمال ممال نمیدم، یه مش گدا اصلا نمیتونه ماتحتش بشوره. این آدم جدا، اگه یه کسی از اون چیز داشت که احتیاج مادی نداره که از این ده تومن میگیره، صد تومن میگیره، همون پول میگیره، این همه شم کلاشم. اگه یه کسی تو این حال هوا باشه، حتما طبیب و روانشناس هست. لذا طبیب یا روانشناس نمیتونه بگه این توهمه، نمیدونم شیطانیه، چی چی چی. ولی او باید بگه این توهمه، مال تغذیت، این توهم مال اختلالات خستگی داری، پرکاری داری، یا ترسیدی، چی اینا، یا